این فکر و باور هم نباشیم که هر عملی انجام میدیم فراموش میشه. نخیر، این نکته قرآن را نگاه کنید. هر عملی ما انجام بدیم فراموش نمیشه، گم نمیشه، حتی سخنان ما یادداشت میشن، اثرات قدم ما یادداشت میشن، اثرات قلم ما یادداشت میشن، هر چه که ما در دنیا داریم همه یادداشت میشن. الله تعالی میفرماید انا نحن نحیی الموتى، این مرده ها را من الله زنده میکنم، و نکتب ما قدمو، اینها بعد از خود چه گذاشتن همه را من یادداشت میکنم، و آثارهم و اثر خوب و اثر شوم و بد را هم من الله یادداشت میکنم، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه در یک عمل نامه واضح و روشن یادداشت میشد. روزی میاد که اون روز با حسرتای ما نباشه. سروران و عزیزانم، همینجا بیاین امروز توبه کنیم، برگردیم، از پروردگار عذرخواهی کنیم. چه جوانیم، چه پیریم، چه صحیح و سالمیم، چه ضعیف و ناتوانیم که فرصتها را از دست دادیم. با پروردگار خود عهد ببندیم، ربا ما امروز از کوتاهیست ما توبه میکنیم و برمیگردیم. اون روزی که ما را در تابوت بذارن دست خالی از این دنیا نریم. این تابوت اینجا گذاشته بود. من دیروز به سرورانم گفتم من وقتی این تابوت را میبینم بدنم میلرزه. از چی؟ از مرگ. مرگ یک چیز طبیعیه، هر انسانی از مرگ میترسه، فرق نمیکنه موسی باشه، فرق نمیکنه ولی باشه، هر انسانی طبعا از مرگ میترسه. این یه چیز دیگه هست، اما بدنم از این میلرزه که زمانی روح من قرض بشه که نعوذ بالله در حال گناه باشم یا غافل باشم یا دست خالی از این دنیا برم که اونجا کسی نتواند به داد و فریادم برسه. سروران دعا کنیم الله تعالی لحظات عمر ما را لحظات با برکتی قرار بده. الله تعالی می فرماید والوزن یومئذ الحق، نماز شما را وزن می کند. این ترازوی توازوی عدالت رب العالمینه. نماز وزن میشه، اخلاص وزن میشه، سجده وزن میشه، روزه وزن میشه، تلاوت وزن میشه، دعا وزن میشه، اگر درش اخلاص داشته باشیم اینها وزن دارن، اگر اخلاص نباشه وزن ندارن، اگر عملی هم نداشته باشیم اونجا وزنی هم نداریم. الله تعالی می فرماید فمن ثقلت موازینو، هر کس روز قیامت پله ترازی اون سنگین بشه، فاولئک هم المفلحون، اونها کامیابند. ما دعا کنیم خداوند متعال ما را از این طور انسانها قرار بده که در دنیا و آخرت کامیاب بشیم.